میگذره. اینجا خوبه، بد نیست. بازه حال هوا چطوره؟ نه همیشه خوبه، خدا شد. خیلی خوشحالم که بالاخره تونستم بعد از مدت‌ها ببینم. راستش می‌خوام خیلی ازت سوال داشتم. این طبیعیه که هر انسان سوال داشته باشه، اما یادت باشه دنبال سوالاتت بری. شما خیلی کمکم کردید تا من بتونم حقیقت رو بشناسم و پیرو عیسی مسیح بشم. همیشه به من گفتی که من چجوری باید خبر خوش انجیل رو به دیگران بدم. حقیقتش الان چند تا ایماندار تو شهرمون داریم، ولی من نمیدونم باید چیکار کنم با این. یوسف جان اول چای می‌خوریم، بعد من تا فردا در خدمت هستم، جواب تمام سوالاتتو میدم. بریم. سلام، خیلی ممنونم، مرسی. چای تازه دم ها. دستون در نکنه، ممنونم. لطف کردید. داشتم انجیل رو میخوندم، به موضوع ایماندارای اولیه رسیدم. راستش از مهر و محبتی که بین اونا بود خیلی تعجب کردم. امروزه دیگه مهر و محبت بازاری نداره. کمیاب شده و هر کسی هم به فکر خودشه. کاش و دیگران هم میره محبتی که بین ایماندارا هست و تجربه میکردن. شهر ما هم امروز خیلی به میره محبت احتیاج داره. به همچین تجربه واقعا احتیاج داره. راستی چطوری میتونیم هفته یه بار دارم دیگه جمع بشیم؟ راستش رو بخوای طبق گفته های عیسی مسیح همه پیروانمو بایستی از حکم و اطاعت بکنن. حکم عیسی این بود که همه پیروانمو بایستی همدیگر رو محبت بکنن و همین محبت نشانه پیرو مسیح بودنه. یعنی هر کسی که محبت کنه پیرو مسیحه؟ نه، وقتی بین انسان و خدا رابطه صحیح باشه، یعنی بین انسان و خدا دوستی و آشتی برقرار بشه، اون موقع است که میتونی تو رابطه خوبی با دیگران داشته باشی و محبت بکنی. امروز مردمان بسیاری در سرتاسر دنیا پیرو مسیحن. اونا نه تنها مسیح به عنوان معلم، بلکه به عنوان نجات دهنده، رهاننده و صاحب و مالک خودشون میدونن. برای نمونه میتونی به جمع خودمون نگاه بکنی. توی همین جمع و مشارکته که پیرو مسیح میتونه از مسیح درس بگیره و در ایمان در اون رشد بکنه. اگه اجازه بدی بیشتر میتونم واسه توضیح بدم. خواهش میکنم. یکی دو سال هست که مسئولیت این مشارکت رو دوش منه. کلید اصلی در این کار احساس مسئولیت داشتنه و قلب خدمت به دیگران است. نسبت به مسیح وفادار و پیرو امین بودنه. اگر شخص متحد، شوهر با محبت باشه و یک نکته مهم دیگه که تو در همسایه و محل کارش شخص محترم باشه. مؤمن محترم دوست آشنا رو به خودش جذب میکنه و اونها به راحتی باهاش صحبت میکنن و باعث میشه ایماندارم به راحتی گرد هم جمع شوند. با هم جمع شدن تا بیشتر با انجیل آشنا شده و با هم دعا کنند. هر بار که قسمتی از انجیل رو خوندن سعی کردن که در همون هفته توی زندگیشون پیاده کنن. در همین میان بود که نسبت به هم احساس مسئولیت کردن و نیازهای هم رو برطرف کردن و یکدیگر رو در ایمان و انجام کار نیک تشویق میکردن. فرزندان هدایایی هستن از جانب خداوند. آنها پاداشی هستن که خداوند به انسان میدهد. از همون ابتدا هر کس چیزی جدید از کلام میاموخت با اشتیاق با دیگران در میان میگذاشت. سلام سلام. خوش اومدین، از دیدنتون خیلی خوشحالم. خدا برکتتون بده از اینکه تشریف آوردین. بیایید به حضور خداوند بریم و خداوند رو پرستش بکنیم. امروز عیسی مسیح در میان ماست و عیسی مسیح میفرماید هر کجا دو یا سه نفر به اسم من جمع بشم، من در آنجا حضور دارم. عزیزان بیاین با هم دعا بکنیم. ای عیسی مسیح، خوش آمدی به قلب و زندگی ما.
ممنون تو هستیم که شرم گناه رو از ما برداشتی و ما رو از اسارت گناه آزاد کردی. تو گناه ما رو شستشو دادی و ما وجود خود رو به تو تقدیم میکنیم و خواست و اراده تو رو در زندگی میطلبیم. آمین. آمین. فرشته جان میتونی تو سرود این هفته ما رو همراهی بکنی؟ خیلی جالبه. من قبلا فکر میکردم که مرگ عیسی و کفن و دفن و آخر کاره. بعد متوجه شدم که او از مردگان قیام کرده و زنده است و نزد پیروانش رفت و به شاگردانش گفت من به نزد خدا به آسمان صعود میکنم و برای اونها مکانی حاضر بکنم. بله، او حتی فرمود که با رفتنش پیروانش رو یتیم نمیگذاره و روح القدس خواهد فرستاد تا هادی مؤمنینش باشه. بعد از صعود عیسی مسیح به آسمان، پیروانش در بالاخانه دور هم جمع شده بودند. طبق وعده عیسی مسیح روح القدس بر آنها نازل شد. فرشته میشه تو بقیه‌اش ادامه بدی؟ یک روز ناگهان صدایی مثل صدای وزیدن باد شدیدی شنیده شد که تمام خونه رو پر ساخت. آنها از روح خدا پر شدند و با قدرت عظیمی شروع به صحبت کردند. در آن روز بود که عده بسیاری به عیسی مسیح ایمان آوردند و به گناهان خود اعتراف کردند و بالاخره در همان روز آنها قصد تعمید گرفتند. قصد تعمید تصویری از مرگ و قیام و زندگی جدیدی با عیسی مسیح است. آمین. در حقیقت این قوم خدا و جماعت خدا بود که متولد شد و این جماعت بجز مراقبت، مواظبت و خدمت و محبت چیز دیگری در اونها یافت نمی‌شد. ما از کلام خدا بایستی مثل یه الگو استفاده بکنیم و به اون عمل کنیم، مثل یه خانواده الهی و جهانی. خیلی از ما به گناهان خودمون اعتراف کردیم و به عیسی مسیح ایمان آوردیم و غسل و تعمید گرفتیم. هفته پیش چه چیز جدید یاد گرفتی؟ من یاد گرفتم که خدا چطور میخواد با مراقبت و توجه به یکدیگه اتحاد خودمون رو نشون بدیم. اینقدر چیزای تازه یاد گرفتیم، دعا کردیم، برکت گرفتیم که نفهمیدیم که وقتمون گذشت. من تازه فهمیدم عضو خانواده الهی هستم. خدا رو شکر. راستش من دفعه قبل که سیاوش اینقدر خوشحال دیدم جواب کنکورش رو گرفته بود. درسته. هفته پیش دخترم تب کرده بود. تو اون ناراحتی یهو یادم افتاد که چطور شاگرده عیسی مسیح با قدرت تو اون زمان برای مریضا دعا میکردن و مریضا شفا پیدا میکردن. یکی از خانما اومده بود خونمون، با هم شنیم کتاب مقدس بخونی. با هم رفتیم بالا سر دخترم براش دعا کردیم. نیم ساعت بعد دخترم منو صدا کرد و رفتم بالا سرش. با تعجب نگاه کردم تبش قطع شده و حالش خوب شده. خدا رو شکر کردم. تازه فهمیدم که خدا نه در اون زمان میتونست دعای شاگردا رو بشنوه و جواب بده،
و مریضا رو شفا بده، بلکه الانم میتونه دعای ما ایمانداران رو بشنوه و جواب بده. و اصلا فکر نمیکردم که دعای منو جواب بده خدا. ولی خدا رو شکر. آمین. یادتون هست چند وقت پیش گفتم که از دست برادر زنم عصبانی هستم؟ راستیتش وقتی هفته پیش داوود اون حرفو زد، من رو توی فکر فرو برد که واقعا اگه خداوند امروز ما رو بخشیده و همه گناهای ما رو از یاد برده، چجوری من میتونم از گناه یکی دیگه خشمگین بشم؟ بنابراین من فهمیدم که خدا میخواد من گناه‌ها و تقصیرهای دیگران رو ببخشم و اونا رو به دست فراموشی بسپارم. سه روز با این موضوع جنگیدم و از خدا خواستم که منو ببخشه و قدرت بخشش دیگران رو به من بده. فردای اون روز به خونه برادر زنم رفتم. وقتی که در رو باز کرد، قلب من از محبت مسیح پر شد و ما تونستیم همدیگر رو ببخشیم و همه تلخی‌ها از هم دور کنیم. این خیلی عالیه. وقتی از خدا اطاعت میکنیم، زندگیمون عوض میشه. نه فقط خودمون، بلکه زندگی دیگران هم همینطور. کسی اگه چیزی میخواد بگه. چند وقتی که از اینجا من دور بودم به خاطر مسئله کاری، خیلی دارم براتون تنگ شده بود. دیدم واقعا احتیاج دارم به این جمع، به این جمع و به وجود شما. داوود چند وقت پیش جنسی رو فروختین، خیلی وسوسه شدم یه پولشو بزنم تو جیبم. خیلی با خودم کردم اینجا رفتم. خواستم خودم رو توجیه کنم، بودم کارمه، حق دلالیمه، چرا ور ندارم؟ ولی دلم اصلا راضی نشد. واقعا کنم شرمندم. فکر میکنم همه ما معنی وسوسه رو میدونیم، اما از وسوسه شدن نباید خجالت بکشی. اگه اون کار انجام ندادی، اگه انجامش بدی یه حرف دیگه یه. حالا اگه به خطات اعتراف کردی دیگه جای نگرانی نیست. خدا رو شکر. فیض و بخشش خدا از طریق عیسی به ما میرسه. این عیسی بود که روی صلیب گناهان ما رو برداشت و این روح خداست که در ما تغییر ایجاد میکنه. داوود جان میتونی با هم براش دعا کنیم؟ بله. پدر آسمانی، خدای قدوس، پدر جان تو رو شکر میکنیم برای این لحظه، برای حضور روح قدوس در بین ما، برای اینکه به ما اجازه دادی تو یک بار دیگه دور هم جمع شیم و مشارکت داشته باشیم. تو رو شکر میکنیم برای حضور برادر عزیزمون کامران. تو رو شکر میکنیم برای روح القدس که ما رو ملزم میکنه به گناه. تو رو شکر میکنیم که برادرمون اعتراف به گناهش کرد و ایمان داریم که گناهانش بخشیده شد. میتونیم که روح خودتو در این جمع بریزی. به نام عیسی مسیح خداوند طلبیدیم پدر جان، با شکرگزاری. آمین. این خیلی مهمه که به همه ایمانداران اجازه بدیم در جلسات عبادتی همه با هم صمیم باشن. کمکشون میکنه که تعالیم گذشته دوباره یادآوری بشه. روح القدس در همه ما زندگی میکنه و میتونیم خیلی درسی خوبی از همدیگه یاد بگیریم. توی این کار تنها مسئول جلسه صحبت نمیکنه، بلکه مراقب جلسه مسیر خودش رو طی بکنه، بلکه ایماندارا همه با هم به طور یکسان صحبت بکنن. برای خواهرت در دعا بودیم، حالش چطوره؟ هنوز مریضه. یادم میاد در انجیل اومده عیسی مسیح در خونه نشسته بود و تعلیم میداد. عده یه فلج رو آوردن پیش عیسی و عیسی اونو شفا داد، اما اول گناه شخص رو بخشید. فکر میکنم اگر همه ما جمعی برای خواهرم دعا کنیم به عیسی نزدیکتر میشه و عیسی اونو شفا میده. فکر میکنم اگر فیض و بخشش عیسی نبود نمیتونستم دووم بیارم. واقعا به خاطر اینکه براشون دعا کردیم ازتون ممنونم و همینطور خیلی ممنونم یه مدت زحمت کشیدین براشون غذا بردید و کارهای خونهشون انجام دادید. خیلی ممنونم، خدا برکتتون بده. عزیزان به روح القدس اجازه بدین که کمکمون بکنه. وقتی کلام رو میخونیم هم برامون باز بکنه، هم عمیق‌ترمون رو درک بکنیم. همونطور که حضرت داوود میفرماید کلام خدا برای پاهای من چراغ و برای راه‌های من نور باشد، و ما همونطور کلام رو باید در زندگی حفظ بکنیم. سیاوش جان، مهتر جان، میشه کلام خدا رو باز کنید و رومیان فصل 12 آیه 1 رو قرائت کنید؟ Thank you.
خدای بزرگ پدر آسمانی شکرت میکنم و میخوام که برای کلامت به ما درک بدی پدر جون و کمکمون کنی که اونو توی زندگیمون پیاده کنی. در نام اون جون عیسی مسیح طلبیدم. آمین. آمین. لحاظا ای برادران، شما را به رحمتهای خدا استدعا میکنم که بدنهای خود را قربانی زنده مقدس پسندیده خدا بگذرانید که عبادت معقول شماست و هم شکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. در تمام مؤمنین زندگی میکنه و هر ایمانداری میتونه با هدایت روح القدس کلام خداوند رو درک بکنه. آره دقیقا درست میگی. منم هر بار قبل از خوندن کلام خدا دعا کردم. نه تنها خدا کلام واسم باز کرده، بلکه قدرت داره تا اون در زندگی پیاده کنه. آمین. جالبه که هفته پیش خوندیم که عیسی قربانی ماست، اما اینجا انجیل میگه که ما هم قربانی برای او باشیم. یعنی وجودمو به خدا تقدیم کنم، وجودمو به خدا بدم و ازش پس نگیرم. یعنی برای خودم زندگی نکنم، بلکه برای خدا زندگی کنم. یعنی در خودم بمیرم و اراده و میلمو تسلیم خدا کنم. و اینجا توی آیه 2 میفهمیم که ذهن ما باید در مسیح تازه بشه و صورت ما تبدیل بشه. ذهن کهنه ما باید عوض بشه. بچهای افغانی رو دیدین؟ توی ایران مثل ایرانیا زندگی میکنن. هرچند افغانین، اما چون تو محیط ایران بزرگ شدن مثل ایرانیا زندگی میکنن. ما که قربانی زنده خدا هستیم و به خدا تعلق داریم، باید مواظب باشیم که تو این دنیا چند سبایی که داریم زندگی میکنیم رفتارمون دنیایی نشه. آمین. توی بازار اونجایی کار میکنیم و کوچیک و بزرگ همه حق دلالی برای خودشون برمیدارن. فکر میکنن کارشون درسته. تو محل کار خیلی باید مراقب باشیم تا همشکل این دنیا نشیم. بعد فکر و ذهن خودمون رو متوجه عیسی مسیح کنیم تا هم شکل عیسی بشیم. اینجوری خدا خوشنوده. داوود جان، من قبلا فکر میکردم عبادت کردن انجام دادن مراسم مذهبیه، اما خدا اینجا تو کلامش میگه وقتی خودمون رو مثل قربانی تقدیم خدا میکنیم، این هم اینو عبادته. من همیشه دنبال درک اراده و فکر خدا بودم. اینجا متوجه شدم که خدا افکار اراده شد تو کلامش گفته. ما با مطالعه کلام خدا و مشارکت با دیگر ایمانداران میتونیم ذهنمون رو تازه کنیم و اراده خدا رو بفهمیم و در اراده خدا رشد کنیم. واقعا خیلی خوشحالم براتون که خداوند در زندگی شما اینقدر کار کرده که محبت خدا از طریق شما به دیگران جاری میشه. شرار، این شب خیلی ساکتی، چیزی نمیخوای بگی؟ امشب به تمام مطالب شما گوش دادم. همینطور که میدونید همین چند وقت پیش بود که به مسیح ایمان آوردم و پیرو او شدم. شما نشون دادید که خداوند چطور در سختی‌ها همراه ماست و در کنار ما با ما قدم میزنه. من همیشه فکر میکردم که خداوند اون دورا توی آسمون روی تخت خودش نشسته. قبلا نمیدونستم که خدا راجع من چی فکر میکنه. همیشه فکر میکردم که خداوند خوبی‌ها و بدی‌های منو درون ترازو میذاره تا اینکه ببینه من چه جور آدمیم. بیشتر وقتا یه احساس بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی بهم دست میداد. اما حالا متوجه شدم که با کاری که مسیح روی صلیبش برای ما انجام داد، خداوند ما رو شایسته کرده و به ما ارزش داده. این کار با اعتراف گناهان خودم و توبه از گناهانم انجام شد. واقعا خیلی خوشحالم برات. مشارکت ما بایستی موجب رشد افراد و نزدیکتر شدن اونها به عیسی مسیح بشه. همه ما زمانی به دنبال حقیقت بودیم. عیسی مسیح لیاقت همه چیو داره. او در بیگناهی برای ما قربانی شد و راهی شد برای نجات ما. یادم میاد یه زمانی تو زندگی بعد تصمیم میگرفتم که با عیسی مسیح باید چی کار بکنم. با شناختی که از او پیدا کردم باید یه قدم جدی برمیداشتم. اونم قدم ایمان کامل به او و اجرای احکام و تعالیم او بود. امروز اطمینان دارم به عیسی مسیح، کسی که خدا او رو برگزید، به او ایمان دارم و از او اطاعت میکنم. هدیه که خدا از طریق ایمان و اطاعت به عیسی مسیح به ما داده حیات جاویدانه. خدا نظر خاصی نسبت به ما انسان‌ها داره.
در روز قیامت از خشم او دور هستیم. داوود جان میتونم مطلبی رو اضافه کنم؟ خواهش می‌کنم. عیسی مسیح شفا از بیماری، بخشش گناهان، تبدیل زندگی رو به ما عطا کرده و آرامش زندگی رو به ما بخشیده. آمین. او به آسمان صعود کرد، امروز هم زنده است. او قادر امروز هم مردم رو شفا بده، معجزات انجام بده، گناهان رو ببخشه، از گناه و شرارت رهایی بده و مهر و محبت رو در قلوب ما جاری کنه. بله، این سیاوش به عنوان مردی که عوض شده صحبت میکنه. برگردیم به کلام خدا. در کتاب مقدس حکم اومده که تمام ایماندارا باید به تمام نقاط جهان برن و پیغام خوش انجیل رو به همه برسونن. امروز ما توی کتاب مقدس خوندیم که چقدر مهمه که ما هر روز بیشتر شبیه عیسی مسیح بشیم که به این وسیله بتونیم شاهدان عیسی مسیح توی زندگیمون باشیم. خدا توی کلام به من میگه که نباید وهمه داشته باشم که شاهد مسیح باشم. باید با شجاعت و دلیری اینو بیان کنم و این پیغام خوش رو به همه برسونم. چون که پیغام خدا و خواسته خدا مهمتر از خواسته شخصی منه. و چطور میتونم که نگذارم ترس و واهمه جلوی صحبت کردن از این قربانی عزیز و این منبع محبت رو بگیره و منتظرم ببینم خدا چگونه به من فرصتی میده که از رحمت و بخشش مسیح با دیگران صحبت کنم که این خبر خوش نصیب دیگرانم بشه. میخوام همه شما رو تشویق بکنم که با دوست و آشنایاتون که دنبال حقیقت هستن با اونا بدون ترس صحبت بکنید. هفته دیگه کتاب رومیان رو ادامه میدیم. خیلی خوب، میخواین خدا برای این کار بهمون قوت بده؟ آمین. سیاوش جان میشه برای این مسئله دعا بکنید؟ باشه. خدایا تو رو شکر میکنیم برای این مشارکت زیبایی که در تو داریم. تو رو شکر میکنیم برای فیضت. عیسی مسیح تو رو شکر میکنیم که روی صلیب گناهان ما رو برداشتی. خدایا تو رو شکر میکنیم که ذهنهای ما رو تازه کردی. میطلبیم که به ما قوت بدی تا در ارادی تو زندگی کنیم و رشد کنیم. به نام عیسی مسیح طلبیدیم باش و گذاریم. آمین. آمین. یادتون باشه هر چی یاد گرفتید به خانوادتون بگید و از شریر دوری بکنید و به خدا نزدیکتر شوید. همونطور که عیسی مسیح میفرماید خداوند را با تمامی دل، با تمامی جان و عقل خود دوست بدار و همسایه خود را مثل خود دوست بدار. یادمون باشه همه برکات از طرف خدا اومده و ما هم باید همونطور همه اون برکات در راه خودش استفاده بکنیم. یادتون باشه نه تنها همدیگر رو یاری برسونید بلکه در همسایه هم یاری برسونید. هفته دیگه جلسه خونه مرداد و شراره است. شراره جان فقط شما چای درست کن و ما بقیه خودمون میاریم. بیایید برای هم دعا بکنیم و اگر مشکلی پیش اومد به هم خبر بدیم. خدا رو شکر میکنم عیسی مسیح خداوند که در شام آخر خداوند این نان رو برکت دادی و گفتی این بدن من است که در راه شما فدا میشه. خداوند عیسی شکرت میکنم. عزیزان قربانی شدن عیسی رو به یاد داشته باشید. کلام مقدس خدا رو میخونیم و روش تعمق میکنیم. دوم اجازه بدم که روح القدس کلام خدا رو برام باز کنه و حقایق اون رو برام کشف کنه. سوم این که سعی میکنیم حقایق رو در زندگیمون پیاده کنیم و از روح القدس در این امر یاری میگیریم. یوسف حالا واقعا میدونی با اونا چیکار بکنی؟ با کمک خدا اینا رو انجام میدم. خیلی عالیه. یوسف جان خدا به دنبال ایماندارانی که واقعا نمونه خوبی واسه دیگران باشه میگرده. یوسف جان منو بی خبر نذار، برای دعا میکنم. مشارکت کوچک ما جزی از خانواده الهی و جهانیه. این خانواده با شکل‌های مختلف و زبان‌های مختلف عمل می‌کنه، اما همه اینها یک قانون دارن و اونم عیسی مسیح است.